سرخط خبرها. ما یه تیم بررسی سایبری و الکترونیک هم تشکیل دادیم به محض اینکه این مسائل. ادعای دستکاری آمریکا در راداری که هواپیمای اوکراینی را نشانه گرفت. یک مقام ارشد سپاه میگوید بعید است اما بررسی میکنیم. سرباز آمریکایی امروز در ناامنی است، فردا ممکنه سرباز اروپایی هم در ناامنی باشه. واکنش رئیس جمهوری ایران به پیشنهاد نخست وزیر بریتانیا که گفت توافق با ترامپ باید جایگزین برجام شود. روحانی هم تهدید کرد هم در گفتگو را باز گذاشت. انتقاد از کندی عملیات امدادرسانی به سیل زدگان در سیستان و بلوچستان. استاندار میگوید سیل نزدیک به 3000 میلیارد تومان خسارت زده. و دونالد ترامپ یک گام نزدیکتر به دادگاه. دموکرات‌ها امروز اسناد استیضاح ترامپ را به سنا تحویل می‌دهند. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری در تلویزیون فارسی بی بی سی. معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته شاید سرنگونی هواپیمای اوکراینی نتیجه دستکاری آمریکا در شبکه راداری ایران بوده باشد که باعث شد افراد مسئول این هواپیما را با یک موشک کروز اشتباه بگیرند. علی عبداللهی البته توضیح داده که بیان قطعی دخالت آمریکا در این ماجرا کمی سخت است. این اظهارات در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز تایید کرده که تصاویر تازه دوربین‌های مداربسته در تهران برخورد دو موشک به هواپیمای خطوط بین‌المللی اوکراین را نشان می‌دهد. باران عباسی گزارش. تصاویر جدید از سقوط هواپیمای تهران کیف. این لحظه برخورد موشک اول به هواپیما که به نظر می رسد باعث از کار انداختن ترانسپوندر هواپیما می شود و ارتباط خلبان را با برج مراقبت قطع می کند. 23 ثانیه بعد موشک دوم شلیک می شود و این لحظه برخورد. هواپیما همچنان در آسمان است. اینجا آتش می‌گیرد و کمی بعد به زمین برخورد می‌کند. تصاویری که نشان می‌دهد دو موشک به هواپیما شلیک شده. برخلاف ادعای فرمانده هوافضای سپاه که پیشتر از شلیک تنها یک موشک سخن گفته بود. سپاه گفته خطای انسانی دلیل سرنگونی هواپیما بوده. اما بعضی از مقام‌ها از احتمال دخالت آمریکا در شبکه رادار ایران گفتند. اینکه شاید یک حمله سایبری باعث شده باشد نیروهای سپاه هواپیمای مسافربری را با موشک کروز اشتباه بگیرند. ولی او دیگه چاره‌ای نداشته، یعنی خبر اولیه. علی عبداللهی معاون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران این احتمال را ضعیف دانسته. اینکه آمریکایی‌ها چنین اقداماتی بکنن، حالا نه از جنس همین کار، در منطقه سابقه داره. اینکه توسط سیستم‌های الکترونیکی و سایبری اهداف مجازی رو در آسمان ایجاد بکنن به اشکال مختلف و به تعداد مختلف، این سابقه داره و این کار شده. یا اخلال در سامانه‌ها و سیستم‌ها ایجاد بکنن، این کار سابقه داره، شدنیه و شده. ما یه تیم بررسی سایبری و الکترونیک هم تشکیل دادیم. به محض اینکه این مسائل روشن شد، اینها هم شروع به کار کردن که این موارد را در بیارن. ولی من عرضم اینه که در مورد این سامانه و این هواپیما و مشخصات و مختصاتی که وجود داره، این کار یه مقدار بعید به نظر میرسه، ولی با این حال قابل بررسی است. سرنگونی هواپیما کمی بعد از حمله موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکایی در عراق صورت گرفت. حمله‌ای که تنش‌ها را بین دو کشور بیشتر کرد و نگرانی‌ها از پاسخ نظامی آمریکا را افزایش داد. در چنین شرایطی چرا هواپیماهای مسافربری اجازه داشتند پرواز کنند؟ آماده باش با درگیری دوتاست. درگیری یک شرایط دیگری داره. خب شما استظهار دارید، ما در 8 سال دفاع مقدس در حالت جنگ بودیم. یعنی یک جنگ سراسری گسترده که دشمن هم از هواپیما استفاده میکرد در حملات هوایی به شهرها و جای مختلف کشور، هم از موشک استفاده میکرد. خب ما در تمام این مواقع که پرواز ممنوع نبود در کشور ما، پروازها ادامه داشت. لذا این که گفته بشه که ما هر اتفاقی که بیفته بایستی کل فضای کشور رو
به روی هواپیماهای عبوری و به روی پروازهای داخلی خودمون ببندیم، این حتی در شرایط جنگ تمام عیار هم چنین چیزی نیست. این که یک هواپیمایی مسئله سرنگونی هواپیما و کشته شدن 176 سرنشین آن امروز در هیئت دولت هم مطرح شد. حسن روحانی که سخنگویش پیش از اعتراف سپاه احتمال حمله موشکی را رد کرده بود، امروز حرف از لزوم جبران اشتباه زد. جبران اول و قدم اول البته به این هست که صادقانه مسائل به مردم گفته بشه. درد مردم و رنج مردم با پذیرش مسئولیت و صداقت حل میشه. ما باید با پیگیری درست و صحیح و دقیق قضایی که قوه قضایی ما، نیروهای مسلح ما، دولت ما همه با هم مشارکت کنند و یک اقدام قضایی انجام بدن که این اقدام قضایی اقناع کننده باشه برای افکار عمومی ما، برای دنیا اقناع کننده باشه. اما قدم نهایی آن است که این حادثه دیگر قابل تکرار نباشه، نه تکرار نشه، قابل تکرار نباشه. بالا دشمن معلوم میشه که از درون خیلی پوکیده است. فرمانده هوافضای سپاه اما در دیدار با خانواده یکی از قربانیان، آمریکا را مسئول نهایی این حادثه دانسته. بالاخره این حرکتی بود که دشمن بر ما تحمیل کرد و این کار دشمن بود و در جنگ بالاخره زد و خورد هست دیگه و انتقام این خون شهدا رو از اونها خواهیم گرفت باذن الله. اینو مطمئن باشید. این در حالی است که بسیاری از مردم بیکفایتی مسئولان را دلیل این فاجعه می‌دانند و خواهان پاسخگویی بالاترین مقام کشور هستند. آیت الله خامنه ای، فرمانده کل قوا، که با گذشت یک هفته از این حادثه هنوز به این فریادها پاسخی نداده. باران عباسی، بی بی سی. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، تصویر جدیدی از لحظه حمله به هواپیمای اوکراین در تهران منتشر شده، تصویری که نشون میده که حدوداً 30 ثانیه بین شلیک اول و شلیک دوم فاصله است. شما چه دریافتید از دیدن این تصاویر؟ برداشت من از این تصاویر این هستش که اپراتوری که موشک و شلیک کرده بدون درنگ موشک اول از برد 12 کیلومتری، یعنی حد اکثر برد این سیستم، شلیک کرده به سمت هدف، به هدف خورده، ولی چون هدف در جا منفجر نشده، انتظار اگر فکر می‌کرده که یک موشک کروزه منفجر نشده و همچنان به مسیر خودش ادامه داده، بعد از 30 ثانیه تصمیم به شلیک دوم بگیره. ببینید، در سیستم‌های پدافند هوایی این معمول هستش که از شلیک پیاپی دو موشک استفاده میشه برای اینکه اطمینان حاصل بشه از انهدام هدف، ولی در این مورد حدود 30 ثانیه فاصله نشون میده که کاملا هدف رو زیر نظر داشته و فرصت داشته که یا تصمیم بگیره یا اینکه دستور بگیره که موشک دوم شلیک بکنه، به خاطر اینکه همچنان موشک هواپیما به مسیرش ادامه میداده. طبق گزارش کارشناسان اوکراینی، موشک اول ظاهرا زیر کارپیت خلبان منفجر شده، خلبان‌ها احیانا دیگه امکان هدایت هواپیما رو نداشتن، ولی هواپیما همچنان به مسیر ادامه میداده. با شلیک موشک دوم بعد از مدت کوتاهی ما میبینیم که هواپیما آتیش میگیره و به نظر من به خاطر آسیبی که به سمت راست هواپیما وارد شده، هواپیما به سمت راست گردش میکنه و مسیر که گرفته رو در پیش میگیره. سوالی که الان هست آقای ندیمی اینه که آیا در واقع موشک اول و دوم رو یک فرد گرفته، تصمیمی گرفته شده، یا اینکه اتوماتیک بوده؟ برای اینکه هستن کارشناسانی که میگن که نه، اصلا پدافند هوایی اتوماتیک هر دو رو شلیک کرده. سوال اینجاست که تو این 30 ثانیه‌ها یا یک فرد تصمیم گرفته دومی رو بزنه؟
حتما یک فرد تصمیم گرفته اینجا، یا فرمانده اون آتشبار این تصمیم گرفته، یا اینکه در اگر به شبکه یک پارچه پدافند هوایی متصل بوده از مقامات بالاتر این تصمیم گرفته شده. نکته اینجاست که هواپیما تقریبا به محض بلند شدن از باند فرودگاه زیر نظر این رادار بوده، هواپیما در حال اوجگیری بوده و تا ارتفاع 2100 متری اوج گرفته. یک موشک کروز در ارتفاع 2100 متری پرواز نمی‌کنه، حتی اکثر در ارتفاع 100 متری پرواز می‌کنه. و سیستم تور ان وان به غیر از رادری که رادار مراقبتی و رادار کنترل موشک، یک سیستم الکترو اپتیکی داره با امکان دید در شب، یعنی اون اپراتور کاملا در اون دوربین الکتروپتیکیش میدیده که یک هواپیمای بوئینگ 737 رفت. من تاکید میکنم در اون دوربین دیگه یک لکه راداری نیست، کاملا یک هواپیمای بوئینگ 737 باید مشخص بشه. و وقتی که تشخیص میده که هدف بعد از شلیک که موشک اول هدف آتیش نگرفته و از منهدم نشده و همچنان داره به مسیر خودش ادامه میده، به خاطر فیوز مجاورتی و کوچک بودن سر جنگی موشک، تصمیم میگیره که 30 ثانیه بعد موشک دوم شلیک بکنه. پس یعنی آقای ندیمی، چون این ادعای سنگینیه، با اوصافی که شما الان مطرح کردید، فردی که شلیک دوم رو انجام داده میدونسته که داره هواپیمای مسافربری رو میزنه؟ اینجا این سوال پیش میاد که تا چه حد به اون تصویر تلویزیونیش توجه کرده. من فکر میکنم که با توجه به آموزش هایی که دیدن و با توجه به اینکه اصولا سیستم تورنوان برای مقابله با موشک های کروز خریداری شده و استفاده میشه و آموزش های زیادی که قاعدتا این پرسنل باید دیده باشن، و همینطور هم این امکان که این تصویر که میبینن گزارش بدن به مقامات بالاتر، ما میدونیم که اونجا یک شبکه از امکانات پدافند هوایی موجود بوده، چندین رادار دوربرتر اونجا بودن و تمام مسئولین پدافند هوایی دست کم در اون پایگاه دیدگنه این تصویر رو میدیدن و این امکان رو داشتن که از دیده های اپراتور رادار استفاده بکنن. بنابراین به نظر میرسه که اگر از امکان الکتروپتیکی استفاده کردن که قاعدتا باید میکردن، باید میدیدن که این وسیله پروازی یک موشک کروز کوچک نیست، بلکه یک هواپیمای مسافربری در ارتفاع 2000 متری هستش. متشکرم فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی با ما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قدرت‌های اروپایی هشدار داده که ممکن است سربازان اروپایی در خاورمیانه با خطراتی روبرو شوند. دیروز کشورهای اروپایی عضو برجام اختلافاتشان با ایران را به کمیسیون مشترک این توافق ارجاع دادند. اگر این اختلافات حل نشود، بازگشت تحریم‌های سختگیرانه شورای امنیت سازمان ملل از جمله گزینه‌های پیش روی قدرت‌های اروپایی خواهد بود. بخشی از صحبت‌های امروز حسن روحانی رو با هم بشنویم. این آقای نخست وزیر در لندن، من نمیدونم چه جوری فکر میکنه، میگه که برجام بذاریم کنار، طرح ترامپی رو بیاریم اجرا بکنیم. ترامپ جز نقض عهد، جز زیر پا گذاشتن قانون مقررات بین المللی، خب شما تو آب و هوا چیکار کردید؟ ترامپ آمد برای شما چیکار کرد؟ شما در ناتو این همه کارشکنی که ترامپ کرد، شما چیکار کردید؟ اونجا چیکار کردید؟ شما در یونسکو که ترامپ از اونجا رفت بیرون، اونجا چیکار کردید؟ شما در حقوق بشر، شورای حقوق بشر که آمریکا خارج شد، اونجا چیکار کردید؟ کجا تونستید کاری بکنید؟ نمونهش به ما بگید. شما سه کشور اروپایی، شما همه کشورهای اروپایی، حالا 28 تا هستید یا 27 تا میشید، بگید تا حالا چیکار کردید در یه موردش که ما دلمون گرم بشه بگیم برای برجام هم بلدید یه کاری بکنید. شما هیچ جا نتونستید کاری بکنید. شما بیایید عذرخواهی کنید از مردم ایران به خاطر ناتوانیتون، به خاطر ضعفتون، به خاطر ترستون در برابر آمریکا. ما شما رو دعوت میکنیم باز هم به برجام. جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که در همایشی در هند سخنرانی می‌کرد، خطاب به کشورهای اروپایی گفت که اجازه زورگویی به آمریکا ندهند. میگن ما مسئول کاری که آمریکا کرده نیستیم. باشه، اما شما کشورهای مستقلی هستید. اتحادیه اروپا بزرگترین اقتصاد دنیاست. چرا اجازه می‌دهید آمریکا برای شما قلدری کند؟ وقتی چنین اجازه‌ای رو به آمریکا می‌دید، اونها در مورد خط لوله گاز شمال هم قلدری می‌کنند. آزار و اذیت دوران مدرسه یادتان هست؟
قلدرها با آزار بچه‌هایی که کوچکتر بودن شروع می‌کردند. وقتی به آنها اجازه چنین کاری را می‌دادید و می‌خندیدید و تشویقشان می‌کردید که بچه‌های کوچکتر را اذیت کنند و بزنند به این امید که با شما خوب باشند و جایی در قلبشان داشته باشید، بعد می‌آمدند سراغ خود شما. قلدری اینطوری است. ایان بلک، سردبیر پیشین خاورمیانه روزنامه بریتانیای گاردین از لندن، از طریق اسکایپ با ماست. آقای بلک، صحبت‌های امروز حسن روحانی و محمد جواد ظریف با لحن بسیار تندی مطرح شد. به وضوح مقام‌های ایران عصبانی‌اند از دست اروپا. به نظر میاد که فضای تندتری داره میشه بین ایران و اروپا. بله، فکر میکنم یک ارزیابی درستی باشه. کاملا روشنه که رویدادهای چند روز اخیر، کشتن قاسم سلیمانی به دست آمریکا و بعد اقدام انتقام جویانه ایران، حملات انتقام جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق و بعد ساقط کردن دردناک و غم‌انگیز هواپیمای اوکراینی، البته باید گفت که هیچ کدوم از این رویدادها به طور مشخص ربطی به اقدامهایی که اروپایی‌ها برداشتن نداره. اقدامهایی که اروپایی‌ها کردن بحث مربوط رفتار اروپایی‌ها در قبال برنامه هسته ایران، اما طبیعتاً ایران داره دو مسئله رو به همدیگه مرتبط میکنه و داره با این اظهارات خیلی قوی از جانب پرزیدنت روحانی و وزیر خارجه ظریف به اونها پاسخ میده. این یک مشکل ادامه دار هست که قرار نیست به زودی حل بشه. الان با توجه به اینکه اروپا مکانیزم رفع اختلاف رو فعال کرده، چشم‌انداز آینده برجام رو چطور میبینید؟ فکر میکنم مهم باشه که اشاره کنیم که توافق برجام خیلی پیشتر از این رویدادهای اخیر دچار بحران شده بود. این تنش‌های اخیر طبیعتاً مشکل ساز بودن، اما قضیه به پیش از اون برمیگرده. طبیعتاً تصمیم پرزیدنت ترامپ برای کنار کشیدن، بیرون کشیدن از این توافق در ماه می 2018 یک مشکل بزرگی ایجاد کرد و بعد اروپایی ها، آلمان، فرانسه، بریتانیا همچنان متحد موندن به این توافق. اما البته از دیدگاه ایران اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم، اروپایی ها قادر نبودند که یک واقعا جبرانی برای این موضع یک جانبه آمریکا و تحریم های آمریکا، یک جایگزین برای اون پیدا کنند از نظر ایران. بنابراین یک فاصله هست طبیعتاً بین موضع اروپایی ها و موضع آمریکایی ها و یک اشاره هم دیدیم، یک نشانه های دیدیم از امکان شدید شدن تنش ها در این مصاحبه که در رادیوی 4 بی بی سی امروز شنیده شد. یکی از مقام های ارشد بریتانیایی خیلی مشخص گفتش که نخست وزیر بوریس جانسون میخواد که گفتش که اگر که واقعا ما میخوایم که با آمریکا بعد از برگزیت به یک توافق تجاری برسیم، اون وقت بریتانیا لازمه که از برجام خارج بشه. من فکر نمی کنم تا اینجا ما چنین چیزی به این قدرت و به این طور مشخص شنیده بودیم که بریتانیا بخواد از برجام خارج بشه، چون تا اینجا موضع بریتانیا این بوده که بریتانیا حامی برجام هست. اما خب الان این رو گفتن که اگر ما بخوایم با آمریکا مذاکره کنیم بعد از برگزیت برای اینکه به توافق تجاری با آمریکا برسیم، بزرگترین اقتصاد جهان هست، ممکنه که بخوایم چنین تصمیم بگیریم. فکر میکنید که با توجه به اینکه ایران میگه که هیچ فایده ای عایدش نمیشه از برجام، چرا کماکان در برجام مانده؟ خب فکر میکنم که آیا منظور شما ایرانی هاست، درست میگم؟ بله. فکر میکنم که ایرانی ها میخوان که تفسیر من اینه که ایرانی ها میخوان که
همچنان پایبند باشن به توافقی که محصول دیپلماسی چند جانبه تحت پرزیدنت اوباما بود. اونها میخوان که قانون بین الملل حامی اونها باشه، طرف اونها باشه. طبیعتاً در ماهای اخیر ما شاهد بودیم که ایران، دولت ایران قدم‌هایی برداشته برای اینکه نقض کنه توافق رو، اگرچه اونها ادعا می‌کنن که این حق اونهاست که این کار رو بکنن و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها از این معاهده خارج شدن و به همین دلیله که اروپایی‌ها دقیقاً به همین دلیل اقدام ایران بوده که اروپایی‌ها این مکانیزم رفع اختلاف رو فعال کردن با توجه به ناپایبندی ایران به توافق برجام. شما میدونید که این پروسه میتونه در نهایت به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و نابودی رسمی برجام منتهی بشه. طبیعتاً وضعیت خیلی جدی است. اما از طرف دیگر طرف‌های اروپایی اصرار دارند که همچنان متحد هستند به برجام، که موضوع خیلی متفاوتی است از در مقایسه با موضوع ایالات متحده. متشکرم یان بلک، سردبیر پیشین خاورمیانه روزنامه گاردین. یک هفته از سقوط هواپیمای اوکراین در تهران گذشته و مقام‌های ایرانی توضیحاتی درباره علت این حادثه ارائه دادند. از شما پرسیدید نظرتون درباره توضیحات مقام‌های ایرانی چیه و چقدر حادثه و علت اون برای شما شفاف شده. نظرات تعدادی از مخاطبان رو با هم بشنویم. نظر من نه تنها پیام مسئولان شفاف نبوده، بلکه توهین‌آمیزترم بوده، به دلیل اینکه بازم دارن جوری صحبت میکنن که انگار مردم هیچی نمیفهمن، هیچ درکی ندارن، هر کاری دلشون بخواد مثل گذشته میتونن با انجام بدن و هیچ کس هیچی رو نمیفهمه. حتی الان هم که جامعه جهانی پشت این قضیه رو گرفته، بازم به اونا خودشون رو موظف میدونن توضیح بدن، ولی بازم به ما دارن دروغ میگن، بازم میخوان یه جوری صحبت بکنن که انگار ما نه تنها نمیفهمیم بلکه حق سوال کردن هم نداریم، حق دونستن هم نداریم. بازم دارن به شعور ما توهین میکنن. چرا؟ در وهله اول شفاف بوده، ولی کی شفاف بوده؟ موقعی که اینا فهمیدن که جامعه جهانی زوم کردن روی این هدف، روی این نقطه زوم کردن که واقعا متوجه بشن که سقوط هواپیمای اوکراینی مقصر اصلیش کی بوده. طبق معمول اونا دروغ میگن، اونا میخوان این گنگکاری خودشون از سر خودشون باز کنن، میخوان بگن آمریکا بود، من نبودم، دستم بود، یعنی که عذر بدتر از گناه بیارن. بابا زدید کشتید قبول کنید. وقتی ایران ادعا داره که میتونه همین الان قشنگ خود تلاویف رو بزنه، بعد نمیتونه بفهمه که این هواپیما یا موشک. ولی حتی اگر این یک حمله سایبری هم بوده و ایران ثابت هم بکنه به مردم اینها، با این مسئله مواجهیم که خیلی ها باز هم شاید این رو نپذیرن، چرا که اعتماد از بین رفته. وقتی در طول تاریخ این دولت از کل اون جنایاتی که انجام دادن، از اعدام زندانیان سیاسی تا قتل‌های زنجیره‌ای تا شکنجه‌ها و بازداشت‌های 88، بازداشتگاه کهریزک و طرز برخورد با این عوامل داخلی که مجرم شناخته شدن، که یا کمترین مجازات باشون دستشون در نظر گرفتن یا حمایت کردن ازشون، چه انتظاری دارن که مردم به این راحتی حرفشون و رسانه‌هاشون رو بپذیرن؟ توی جامعه ما هم چیزی که باید کمک کنه به شفاف سازی، چیزی که باید مسئولین رو بازخواست کنه که پاسخگو باشن جلوی مردم، رسانه است که باید حرف مردم، حق مردم منعکس کنه، در حالی که رسانه کشور ما کاملا نوچه و برده فکری این حکومته. یعنی حتی اگه اونا خودشون هم بخوان اعتراف کنن، اینا تا آخرین لحظه سعی در پاچه خاری و گول زدن مردم رو دارن. و چند خبر دیگر. استاندار سیستان و بلوچستان میزان خسارت در این منطقه را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کرده. احمد علی محبتی همچنین گفته قطعی برق در اغلب روستاها برطرف شده. امدادرسانی کند است و تصاویر در فضای مجازی از نبود آب آشامیدنی، امکانات گرمایی و غذای کافی در مناطق سیل زده حکایت دارد. پریزاد نوبخت گزارش می‌دهد.
ها چشم کار می کند آب است و خانه ها در محاصره سیلاب. خیلی از راه های روستایی کماکان بسته است و قطعی برق و نبود آب آشامیدنی هم از مشکلات اصلی. آب خوردنی نیست، همین آب ما میخوریم. امروز کمی بهتره. دیروز دست آب راه نبود، مریض داشتیم، با هلیکوپتر بردیم دچاوان. با قطعی آب امکان شیوع بیماری های واگیردار در روستاهای سیل زده بالا رفته. سازمان دامپزشکی ایران از واکسیناسیون مجدد دام ها خبر داده تا از شیوع بیماری های مشترک انسان و دام جلوگیری شود. باران شدید و طغیان رودخانه های فصلی زندگی 79 هزار نفر را در جنوب سیستان و بلوچستان مختل کرده. استاندار سیستان و بلوچستان میزان خسارت را بیش از 2800 میلیارد تومان برآورد کرده. در فضای مجازی کماکان انتقادها به تأخیر در امدادرسانی ادامه دارد. در بعضی روستاها مردم 4 روز چیزی برای خوردن و آشامیدن نداشتند. حالا این مردم از اون تای اون گرسنه هستند، نشستند. اون مردمایی که میبینی اونا نیومدن. به خدا گرسنه هستند. حالا اون طرف نگاه کن برای گرسنه هستند. تک نونی میخوان. در این میان بعضی مقام ها از مناطق سیل زده دیدار کردند. همکاری هم بخش های اجرایی کشور و سپاه پاسداران هلال احمر دست به دست هم دادن، کمک های اولیه رو خوب داره میرسونن. حالا با فرمایشات و پیام رهبری معظم انقلاب سرعت بیشتری گرفت و بخش های مختلف همه داره کمک میکنن. هنوز در بسیاری نقاط تنها راه کمک به مردم هلیکوپتر یا قایق است. هرمزگان و کرمان هم از سیل در امان نبودند. بخش کشاورزی در این سه استان بیش از 900 میلیارد تومان خسارت دیده. سطح آب که پایین بیاید، عمق فاجعه دقیق تر مشخص می شود. تعداد زیادی دام هم جان دادند. لاشه بعضی از آنها روی آب مانده که می تواند باعث شیوع بیماری های انگلی و روده‌ای شود. سرمای زمستان هم به مشکلات سیل زدگان اضافه کرده. نبود وسایل گرمایشی و کاهش دما در شب احتمال ابتلا به آنفولانزا را بیشتر کرده. سریز شدن آب رودخانه ها در جنوب استان سیستان و بلوچستان تمساح های پوز کوتاه یا گاندو را از برکه های محل زندگیشان خارج کرده. اداره کل حفاظت از محیط زیست سیستان و بلوچستان به مردم هشدار داده از آبهای راکد دوری کنند و مراقب حمله تمساح ها باشند. سیستان و بلوچستان که سال هاست با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند، حالا سیل امانش را بریده. پریزاد نوبخت، بی بی سی. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تا دقایق دیگر مدیران جلسات استیضاح دونالد ترامپ را معرفی می‌کند. این مدیران موظفند تخلفات رئیس جمهوری را برای سناتورها توضیح دهند. اعضای مجلس سنا در نهایت در مقام هیئت منصفه به ماندن یا برکناری دونالد ترامپ رأی خواهند داد. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، این مرحله از روند استیضاح به چه معنیه؟ خانم پلوسی باید انتخاب کنه 2 نفر رو از میان نمایندگان مجلس که برن به مجلس سنا و توضیح بدن که اساساً برای چی آقای ترامپ در مجلس نمایندگان استیضاح شد و ادله مجلس نمایندگان چه بود که معتقدن او باید برکنار بشه. وقتی این مدیران انتخاب شدن، اون وقت مجلس سنا جلسه ای رو میذاره، به اصطلاح رأی میده به اینکه چارچوب آنچه که در ادبیات انگلیسی در آمریکا، در ادبیات سیاسی آمریکا معروف به محاکمه هست، این محاکمه به چه شکلی اجرا خواهد شد. و بعد از اینکه نمایندگان مجلس سنا بر سر چارچوب اون محاکمه به توافق برسن، انتظار میره که در 2-3 هفته گذشته این محاکمه یا حضور هیئت منصفه که اعضای همه 100 سناتور هستند با حضور این مدیران آغاز بشه و در مقابل آقای ترامپ هم و کاخ سفید هم وکلای خودش رو میفرسته و اونها هم دفاع میکنن از رئیس جمهور و در نهایت نمایندگان سنا رأی میدن که برکنارش بکنن یا بماند. میدونیم که برای برکناری به 2/3 از اون 100 سناتور نیازه که بسیار بعیده، ولی همچنان مسائل دیگری هم مورد اختلاف هست و اون این که آیا باید از کسانی که شاهد این ماجرا بودن، کسانی که شهادت ندادن در مجلس نمایندگان دعوت بشه که در مجلس سنا شهادت بدن، از جمله آقای جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی، از جمله رئیس دفتر آقای ترامپ، از جمله آقای پومپئو وزیر خارجه. این است که اون دعوا هم جداگانه در سنا رخ خواهد داد که اساساً آیا باید بازم کسانی برای شهادت
دعوت بشن به مجلس سنا یا نه. همه اینها در حالی داره اتفاق میفته که دیشب مجلس نمایندگان یه سری مدارک جدید منتشر کرد که نشون میده که اطرافیان آقای ترامپ با واسطه آقای جولیانی شهردار سابق و وکیل آقای ترامپ سعی داشتن که سفیر سابق آمریکا در اوکراین که نهایتاً به دست آقای ترامپ اخراج شد رو زیر نظر بگیرن و چون او رو مانع اون برنامه‌ای داشتن که می‌خواستن آقای بایدن رو به دردسر بندازن. به همین جهت هنوز هم مدارک دیگری داره فاش میشه که ممکنه جلسه محاکمه رو تحت تاثیر قرار بده. متشکرم بهمن کلباسی، خبرنگار ما در نیویورک. بهمن، اون از شما که با ما هستید.